غذای صحی و پاک بخش عمده و اساسی صحتمندی هر اردو است. ولی اساکر افغان همانند مردان جوان در سراسر جهان بیشتر از این که در قسمت تهیه و پخت غذا تجربه داشته باشند، در صرف و خوردن آن مجرب ترند. ما خواهی سربازا که هستند با مسلک آشپزی زیاد علاقمند نیستند و اینا اکثرا اجباری هم فرستاده میشن به مسلک آشپزی، ولی در جریان درس ما شدن همیشه شیوه های درسی که ما برشان پیشنهاد میکنیم برشان درس میتیم و در جریان درس علاقمند میشن و واقعا برشان جالب هست، چون همین شیوه تدریس آشپزی در حال حاضر که ما پیش میبریم سابقه در اردو نداشته، قبلا به این شکل اینا آموزش نمیدیدن، ولی علاقمند میشن و خوب یاد میگیرن و اکثرا باقی میمونن تا آخر کورس. نجیب الله تعلیمات آشپزی را در سیویس فرا گرفته است. اکنون او مهارت هایش را با غلبه بر این فرهنگ که آشپزی کار زنان است به سایرین منتقل میسازد. خامخواه اینا در این مرکز تعلیمی اردو در کابل در حدود بیشتر از 10-12 هزار نفر اینا روزانه نان میتن. این یک کار بسیار ثقیل هست و فقط مردم میتونه که کار بخوبی انجام بده و اینا یک گپ خوب بخوبی تونستن درک بکنن که آشپزی در مسلک میتونه که برای مرد هم مناسب باشه. این اساکر به خاطر آشپزی به کندک هایشان در سراسر کشور اعزام خواهند شد. آنها تعلیمات خود را به گونه جدی دنبال می کنند، زیرا پیامدهای تسمم غذایی در یک سالون مزدحم غذاخوری می تواند به پیمانه بیشتر از زخمهای میدان جنگ آنها را ناتوان سازد. پاکاری است و آشپز باید اول از خود شروع کنند، بعد از او از محیط شروع کنند. در غیر از او همه مردم مسموم میشن و میره به شفاخانه. سربازان در بخش نظافت، پخت و پز و توازن رژیم غذایی آموزش میبینند، ولی صنفشان کوچک است و لوازم درست آشپزی را که باید در میدان جنگ با استفاده از آن پخت و پز نمایند در دست ندارند. دکتر شینواری میگوید بدون کمک بین المللی این آموزش ها متوقف خواهند شد. بسیار ضرور است بدون از این کمک ها ما یک قدم پیش رفتن نمیتونیم. ما خب میفهمیم که 30-35 سال ملک جنگ بلید، در اینجا نه انرژی ماند، نه نفر ماند، نه پیسه ماند، نه تعمیر ماند، نه بلدنگ ماند و هیچ چیزی نماند. اگر این کمک ها نباشه این اردو را با این عظمتش کی نام میتر؟ اما وای خوشبین است تداوم رشد اردوی ملی افغان به این هدف که تا سال 2011 به 171 هزار عسکر برسد، چون این معنی خواهد داد که آنها برای همیش به حمایت بین المللی متکی نخواهند بود. ما آیسای سبا پایستاز شده میدیم. 2 سال قبل یا 3 سال قبل ما یک قدر اردو نداشتیم به این عظمت. امروز است که ماش خوب میتر انوایرومنت یا محیط خوب برشان داده، غذای خوب میخورن، کل مردم به اردو رو آورده. برشنا عمرخیل، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن.